نام خدای یکتای بی همتا، احتمام قرآن کریم و ارزش های اخلاقی، ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بیشک این قرآن براهی که آن استوارترین راه است هدایت می کنه و مؤمنان که کارهای شایسته انجام می دهند بشارت می دهد که برای آنها پاداش بزرگی است. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه آل و اصحاب او درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، یقینا بخش های عظمت و بزرگی در قرآن کریم به حد زیاد است که به شمارش نمی گنجد، چون قرآن کریم تناب مستحکم و قوی خداوند، ذکر حکمت آمیز، روشنایی آشکار و راه راست است که هیچگاه دستخوش تحریف و تغییر نمی شود و هیچ گونه باطلی نه از پیش روی آن و نه به آن راه می یابد و نه از پشت سر آن و علما از آن سیر نمی شوند. عجایب و شگفت انگیزی های آن پایان ناپذیر است و کسی که طبق آن سخن بگوید راست گفته و کسی که به آن عمل کند پاداش داده می شود و کسی که طبق آن حاکم نماید عدالت کرده و کسی که به سوی آن دعوت کند براه راست راه یاب شده است. خداوند متعال می فرماید و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. و در آیت دیگری می فرماید و ما در کتاب هیچ چیزی را فروگذار نکردیم. همانا برخی از جوانب عظمت در قرآن کریم اهتمام آن با ساختار اخلاقی در زندگی افراد و ملت‌ها از طریق سیستم ارزش‌ها، مبادی و قواعدی می باشد که رفتار و سلوک انسان را تنظیم می کند و این ارزش‌ها برای مجتمعی بنا نهاده می شود که با هم پیوسته است و دارای نفوس و پاک و قلب مهربان هستند و ساکنین این مجتمع در میانشان با صداقت و امانتداری، مهربانی و عدالت تعامل می کنند. همشان به سنت اختلاف میان مردم، همزیستی مسالمت آمیز، احترام به دیگران و تلاش برای اعمار دین و دنیا ایمان دارند. طوری که خداوند متعال می فرماید ای مردم، بیشک ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد الله پرهیزگار ترین شماست. بیگمان الله دانای آگاه است. و در آیت دیگری می فرماید و اگر پروردگارت می خواست همه مردم را یک امت قرار می داد، ولی آنها همواره مختلفند، مگر کسی که پروردگارت بر او رحم کند و برای همین آنها را آفریده است. و در آیت دیگری می فرماید او شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد کردنش گمارید. و کسی که به آیات قرآن کریم تدبر نماید به یقین در می یابد ارزش های اخلاقی که قرآن کریم به آن دستور می دهد موضوع تفریحی و تحسینی نیست که شود از آن بی نیاز بود یا گاهی به آن عمل نمود و گاهی دیگری آن را نادیده گرفت، بلکه آن شماری از ارزش های ثابتی است که به تغییر زمان و اختلاف مکان متغیر و متخلف نمی شود. بزرگترین دلیل آن این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم این ارزش ها را به حیث منهج زندگی تطبیق می نمود و بر آن دستور می داد و تشویق می کرد. چون زمانی که مادر مؤمنان حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده می شود، برای پرسنده شماری از خصال و اخلاق متنوع پیامبر صلی الله علیه و سلم را بر نمی شمرد، بلکه او را به قرآن کریم حواله می دهد. سعد ابن هشام پیرامون این آیه فرموده خداوند و یقینا تو ای محمد بر اخلاق و خوی بسیار عظیم و والای هستی چنین می گوید از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها پرسیدم ای مادر مؤمنان، چیزی از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم را برایم بگو. فرمود آیا قرآن تلاوت کرده ای؟ گفتم بله. پس گفت همانا اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن بود. و در پاسخ حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها به سائل تأکید بر آن شده که همه احکام و آیات قرآن چه بخش عقاید باشد یا شرایع عبادات و معاملات، در اصل همه دعوت قوی برای ساختار متکامل انسان است و پیامبر صلی الله علیه و سلم در این ساختار اخلاقی برای همه امور زندگی بهترین الگو بود.
و از مهمترین این ارزش ها احترام گذاشتن به آدمیت انسان، حفظ کرامت و عدم اهانت به او می باشد. این امر دستور خداوند متعال در قرآن کریم برای مسلمانان است تا از هر آنچه که باعث اذیت شعور دیگران می شود، همچون تمسخر، استهزا و بدگمانی، خیشتن را پاک و منزه بدارد. چون خداوند متعال می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، گروهی از مردان گروهی دیگری را مسخره نکند، چون شاید آن مسخره شدگان از این مسخره کنندگان بهتر باشند، و نه زنان زنان دیگری را، چون شاید آن زنان مسخره شده از این زنها بهتر و خوبتر باشند. باز یکدیگر عیبجویی نکنید و یکدیگر را با القاب زشت نخوانید، که پس از ایمان آوردن نام فسق بسیار زشت و بد است، و هر کی توبه نکرد پس آنند که ستمگارند. و با تعقیب آن می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانهای بد بپرهیزید، بیشک بعضی از گمانها گناه است، و در امور دیگران تجسس و کنجکاوی نکنید، و بعضی از شما بعضی دیگری را غیبت نکنید. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را در حالی که مرده است بخورد؟ پس البته آن را ناپسند دارید، و از الله بترسید، بیگمان الله توبه پذیر مهربان است. پس قرآن کریم به پاکی و سلامت قلب از هر گونه رذایل و کینه‌توزی دستور می دهد و از ما می خواهد تا نباید به دیگران بدگمان باشیم، طوری که می فرماید: چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید، مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان خیر نبردند و نگفتند این تهمتی بس بزرگی است؟ و همچنین برخی از ارزش هایی که قرآن کریم به ایجاد و استحکام آن اهتمام داده است، ارزش همکاری، همبستگی و مهربانی است. طوری که قرآن کریم همه افراد مجتمع را دستور داده تا با یک دیگر بر نیکی و پرهیزگاری همکاری کنند. چنانچه می فرماید: و در راه نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید، و هرگیز در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید. پس دانسته می شود که تعاون میان افراد مجتمع یکی از عوامل قدرت و پیشرفت دولت است و باعث تحقیق امنیت گروهی شهروندان آن می شود، چون هر شخص خواست هایی دارد، برای تحقیق آن تلاش می کند و در راه به دست آوردن آن می کوشد. پس اگر روحیه همبستگی ملی میان افراد جامعه بلند برود، همه آنها مطمئن می شوند و نفسیاتشان در قبال این خواست هایشان آسایش می گردد، بلکه او خود برای اعلای ارزش های همبستگی میان افراد مجتمع به اندازه توانش تلاش می کند. خداوند به شاعر خیر کثیر نصیب نماید می فرماید: مردم برای مردم، چه عرب باشند یا عجم، برخ آنها بر برخ دیگرشان اند، اگرچه احساس خدمت نکنند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در بسیاری از احادیث ارزش تعاون و همکاری را بیان نموده است، چنانچه می فرماید: مؤمنان در دوستی، مهربانی و همکاری با یکدیگر مانند یک پیکری هستند که اگر یک عضو آن به درد آید، سایر اعضا با بیخوابی و بیقراری و تب با آن هم نوا می شوند. و در حدیث دیگری می گوید: مسلمان برادری مسلمان است، در حق او ستم روا نمی دارد و او را به دشمن تسلیم نمی کند، و کسی که نیاز برادر خود را برآورده بسازد، خداوند نیاز او را برآورده می سازد، و کسی که سختی و مشکلات را از برادر مسلمان خود رفع نماید، خداوند مشکلات روز قیامت او را از او رفع و دفع می کند، و کسی که عیب مسلمان را بپوشاند، خداوند عیب او را در روز قیامت می پوشاند. و برخی از این ارزش ها ارزش تفکر و کاربرد عقل است. خداوند بندگان خود را دستور داده تا پیرامون ملکوت آسمان ها و زمین و دیگرگونی شب و روز تفکر نمایند، و توصیف اندیشمندان را چنین بیان نموده است: براستی در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه های آشکاری برای خردمندان است. کسانی که الله را در حال استاده و نشسته و بر پهلوی خیش آرمیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و می گویند: پروردگارا، اینها را بیهوده نیافریده ای، منزهی تو، پس ما را از عذاب آتش دوزخ نگه دار. و در آیت دیگری می فرماید: آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و آنچه الله آفریده است نمی نگرند؟ و برای ما دروازه های تدبر و تفکر را باز گذاشته است، چنانچه می فرماید: الله کسی است که آسمان ها را بدون ستون برافراشته است، که می بینید. و در آیت دیگری می فرماید: بگو به من خبر دهید اگر الله روز را تا روز قیامت بر شما پایدار گرداند، کیست معبودی جز الله که برای شما شبی آورد که در آن آرام بگیرید؟ آیا نمی بینید؟ همچنین ما را دستور داده تا در نفس و وجدان خیش بیندیشیم.
طوری که می فرماید و در زمین عبرت و نشانه های برای اهل یقین است و نیز در وجود خودتان آیا نمی بینید؟ پس دانسته می شود که قرآن کریم برای ما دروازه تفکر را به سوی هر آنچه که به نفع انسان است بازگشته است. این تفکر عبادت است. صحابه و تابعین آن را درک کرده و اهداف آن را دانسته بودند. ابو درداء رضی الله عنه می گوید یک ساعت اندیشیدن بهتر از یک شب را به عبادت پروردگار زنده داشتن است. و وهب بن منبه رحمه الله می گوید به هر اندازه که انسان بیشتر بیندیشد به همان اندازه بیشتر می فهمد و هر قدر زیاد بفهمد به همان اندازه علم کمایی می کند و وقتی علم کمایی کند به آن عمل می کند. و برخی دیگری از این ارزش ها ارزش گفتگو و احترام دیگران است، چون بسیاری از آیات قرآن کریم است امت اسلامی بلکه همه بشریت را به اهمیت گفتگو در زندگی مردم راهنمایی می کند، چون گفتگو روشی است که خداوند متعال برای پیامبران علیه السلام به حیث منهج دعوت و تبلیغشان میان مردم برگزیده است، زیرا اسلام به آزادی اعتقاد باورمند است. خداوند متعال می فرماید در قبولی دین هیچ اجباری نیست، براستی که راه راست و هدایت از راه انحراف و گمراهی روشن شده است. طوری که حضرت نوح علیه السلام در یکی از مواقف دعوت های دراز مدتش قوم خود را چنین خطاب نمود: ای قوم من، به من خبر دهید اگر من دلیل و حجت آشکاری از پروردگارم داشته باشم و از نزد خود رحمتی به من عطا کرده باشد، پس آن بر شما پوشیده مانده است. آیا می توانیم شما را به پذیرش آن اجبار کنم در حالی که شما از آن کراهت دارید؟ و حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر پادشاه ستمگر چنین دلیل عقلانی می آورد: آیا ندیدی و آگاهی نداری از کسی که با ابراهیم درباره پروردگارش به مجادله و گفتگو پرداخت؟ بدان خاطر که الله به او پادشاهی داده بود و از کبر و غرور سرمست شده بود. هنگامی که ابراهیم علیه السلام گفت پروردگار من کسی است که زنده می کند و می میراند، گفت من نیز زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت همانا الله خورشید را از مشرق می آورد، پس تو آن را از مغرب بیاور. در اینجا آن کسی که کافر ورزیده بود مبهوت شد و الله قوم ستمکاران را هدایت نمی کند. و این همین منهج حضرت موسی علیه السلام نیز در گفتگویش با فرعون رفتار نمود. در این خصوص خداوند متعال می فرماید: فرعون گفت پروردگار جهانیان چیست؟ موسی گفت پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر اهل یقین هستید. فرعون گفت به آنها که در اطرافش بود گفت آیا نمیشنوید؟ موسی گفت او پروردگار شما و پروردگار نیاکان پیشین شماست. فرعون گفت بی تردید پیامبرتان که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است. موسی گفت او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دو است اگر بیندیشید. فرعون گفت اگر معبودی جز من برگزینی البته تو را از زندانیان قرار خواهم داد. همانا در ترسیخ قرآن کریم از ارزش گفتگو را دعوت برای ترقی بشریت و احترام دیگران است، قطع نظر از رنگ، دین، نو و نجات آنها و فکری که یکتازی و تعصب خودخواهی را نابود می سازد. برادران مسلمان، و برخی از ارزش های اخلاقی که قرآن کریم به سوی آن دعوت نموده است کنترل خود و فروکش کردن خشم است، چون معلوم است که انسان در این زندگی حتما در معرض برخی مواقف قرار می گیرد که باعث به وجود آمدن خشم و غضبش می گردد و نفس بشریت به آنچه که می شنود و می بیند عکس العمل نشان می دهد. در این خصوص آیات قرآن کریم به مدیریت نفس، فروکش کردن خشم، گذشت و عفو دعوت می کند، چنانچه خداوند متعال می فرماید و به سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن به قدر آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است بشتابید. آن کسانی که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از مردم می گذرند و الله نیکوکاران را دوست می دارد. و در آیت دیگری می فرماید کسانی از میان شما که توانگر و دارای وسعت زندگی هستند نباید سوگند بخورند و بر آن که به خیشاوندان، مستمندان و مهاجران در راه الله چیزی ندهند. آنها باید عفو کنند و چشم پوشند. آیا دوست نمی دارید که الله شما را ببخشد؟ و الله آمرزنده مهربان است. برخی از ارزش ها اصلاح میان مردم است، چون خیلی زیاد است آیات قرآن کریم که به آوردن اصلاحات میان مردم دستور می دهد و اصلاح کاران را به پاداش بزرگ مژده می دهد. طوری که می فرماید در بسیاری از درگوشی و نجواهایشان خیری نیست مگر که با
با این کار امر به صدقه دادن یا کار نیک یا اصلاح در میان مردم کنند و هر کس برای خوشنودی الله چنین کند به زودی پاداش بزرگی به او خواهیم داد. همچنین می فرماید کسی که از بی‌عدالتی و میل بی جای وصیت کننده نسبت به ورثه یا از گناه او در وصیت به کار خلاف بترسد، آنگاه میان آنها اصلاح نمود، پس گناهی بر او نیست، به درستی که الله آمرزنده مهربان است. و در آیت دیگری میگوید و از تو درباره یتیمان میپرسند، بگو اصلاح کردن کار آنان بهتر است و اگر با آنان همزیستی کنید، آنها برادران دینی شما هستند و الله تباهکاران را از درستکاران میشناسد و اگر الله میخواست شما را به زحمت میانداخت، براستی که الله توانمند حکیم است. و خداوند کسانی را به صورت شدید هشدار داده که میان مردم فسادکاری میکنند، طوری که میفرماید و از مردم کسی هست که گفتارش درباره زندگی دنیا تو را به شگفت میاندازد و الله را بر آنچه در دل خود دارد گواه میگیرد و حال آنکه او سرسخت ترین دشمنان است، و هنگامی که روی بر میگرداند و میرود و یا به ریاست میرسد، در راه فساد و در راه فساد در زمین کوشش میکند و کشت و نسل را نابود میسازد و الله فساد و تبهکاران را دوست نمیدارد. و چون به او گفته شود از الله بترس، خود بزرگبینی و تکبر او را به گناه میکشاند، پس آتش جهنم او را کافی است و چه بد آرامگاهی است. پس ما چقدر نیازمند هستیم که تا به ارزش‌های اخلاقی تمسک نماییم که خداوند در قرآن کریم به آنها دستور داده و پیامبر صلی الله علیه و سلم تطبیق نموده است، تا به جایگاه و درجه از تمدن، پیشرفت و ترقی برسیم که نیاکان ما رسیده بودند. خداوند به احمد شوقی پاداش بی پایان دهد، چنین میگوید در واقع ملت‌ها با اخلاقشان باقی میمانند، پس اگر اخلاقشان برود برایشان وجودی نخواهد ماند. بار خدایا ما را به اخلاق نیک هدایت کن، چون جز تو هیچ کسی به اخلاق نیک هدایت نمی کند و بد اخلاقی را از ما دور و دفن ما، چون جز تو هیچ کسی اخلاق بد را از ما دور نمی سازد. کشور و ملت ما را با همه کشورها و ملت‌های جهان حفظ کن. آمین رب العالمین.